بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: چالش‌های روهینگیایی در مالزی، زندگی در شرایط دشوار. سازمان جهانی نفی خشونت خواستار توقف جنگ‌ها و اولویت منافع انسانی شد. برگزاری نشست زنان و چالش‌های معاصر در نجف اشرف. اعتراضات علیه نقض حقوق بشر در کشمیر توسط هند. و ادامه استخدام کودکان در نیروهای نظامی در شمال شرق سوریه. وقت شما بخیر. روهینگیایی ها که به دلیل خشونت های نظامی در میانمار و شرایط نامساعد در اردوگاه‌های بنگلادش ناچار به فرار به مالزی شدند، اکنون با چالش‌های جدی در این کشور مواجهند. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اشتغال این گروه را در معرض خطرات جدی قرار داده و سازمان پزشکان بدون مرز تلاش می‌کنند تا با ارائه خدمات پزشکی و روانی به بهبود وضعیت آنها کمک کنند. ابتدا به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. روهینگیایی ها حتی در شرایط تبعید در مالزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند که شامل دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، آموزش و اشتغال می شود. در ایالت پنانگ، سازمان پزشکان بدون مرز به ارائه خدمات پزشکی، روانی و انسانی به این پناهجویان می پردازد. در حال حاضر، حدود 200,000 روهینگیایی در مالزی زندگی می کنند و نداشتن وضعیت قانونی آنها را در معرض خطرات جدی مانند استثمار و کار سیاه و بازداشت قرار می دهد. بسیاری از پناهجویان با مشکلات روحی ناشی از ناامیدی و شرایط سخت زندگی مواجهند. دکتر سای شادری کومارگورو از پزشکان بدون مرز می گوید بیشتر بیماران ما دچار مسائل روانی هستند. همچنین شرایط بهداشتی نامناسب و شیوع بیماری‌های عفونی مانند سل و سرخک به مشکلات این جامعه افزوده است. تعداد روهینگیایی‌هایی که برای رسیدن به مالزی از سفرهای دریایی خطرناک استفاده می‌کنند در حال افزایش است و در سال 2023 بیش از 4400 نفر به این کشور رسیدند. بسیاری از این افراد تجربیات تلخی را در طول سفر خود تجربه کردند و با واقعیت‌های ناامیدکننده در مالزی روبرو می‌شوند. حضور کارکنان داوطلب روهینگیایی در خدمات پزشکان بدون مرز به فهم بهتر مشکلات جدیدی که به این کشور می‌آیند کمک می‌کند. در مجموع وضعیت روهینگیایی‌ها در مالزی نیاز به توجه و حمایت جدی از سوی جامعه جهانی دارد. همراه هستیم با دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناسی سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران. آقای دکتر توکلیان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، با توجه به چالش‌های فراوانی که روهینگیایی‌ها در مالزی با آن مواجه هستند، به نظر شما مهمترین اقداماتی که میتونه به بهبود وضعیت آنها کمک کنه چیه؟ بفرمایید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم
عرض می‌کنم. صدای من میپیچه. عرض کنم خدمتتون که یکی از معذرت پناهجویان روهینگایی باش وضعیت حقوقی این افراد الان در مورزی به عنوان شناخته نمیشه و در یک وضعیت غیر قانونی بس تغییر این وضعیت از سوی دولت مورزی خودش اولین گام باشه این افراد به عنوان پناهجو به رسمیت بشناسه. نکته بعد اینه که باید کشور سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه بخش‌های سازمان ملل که مربوط به امور خارجی هستند و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی برنامه‌هایی برای حمایت از به ویژه ارز کنم به خدمتتون که منابع مالی کافی تخصیص کنند تا بشه پناهجویان رو سازماندهی کرد. در کنار این باید دولت مالزی اقدام به آموزش رو به پناهجویان بکنه و اونها رو به شرایط و فرهنگ مالزی آشنا کنه و روز رو برای تسلیم این افراد در کشور مالزی فراهم کنه. از طرف دیگه مسئله رو ریشه‌ای‌تر برخورد کرد. هر کلمی اینکه فشار بر دولت میانمار وارد بشه تا تغییر رویه بده و مثلا آزاد وضعیت مسلمان ها برگیره و کرایت رو فراهم کنید و این پناهجویان بتونن به کشور و سرزمین خودشون برگردن و اونجا با آرامش و آسایش زندگی کنن. بله، با تشکر از دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناس سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دارالقرآن کریم شارجه با هدف ترویج حفظ میراث تمدنی و فرهنگی علوم قرآنی نمایشگاهی از نسخ خطی کمیاب آیات را برپا کرد. در این نمایشگاه حدود 20 نسخه خطی کمیاب از قرآن کریم با قدمت بیش از 1000 سال که به قرن دوم و سوم هجری قمری می رسد به بازدید عموم قرار گرفته است. اخیراً ویدیویی از یک معلم در کهنوج منتشر شده که نشان می‌دهد این معلم با سیلی‌های شدید فک یک دانش آموز 6 ساله را شکست. این حادثه واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و بسیاری از کاربران خواستار پیگیری قانونی شدند. اداره آموزش و پرورش کهنوج در اطلاعی تاکید کرد که هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و موضوع در حال بررسی است. این اتفاق بار دیگر ضرورت نظارت بر رفتار معلمان و حفظ حقوق دانش آموزان را به تصویر می کشد. فقر شدید در استان غور افغانستان خانواده ها را مجبور کرده است که کودکان خردسال خود را به کارهای طاقت فرسا و اغلب تحت شرایط خطرناک بفرستند، زیرا مشکلات اقتصادی شدیدتر شده است. فقر شدید در این ایالت خصوصا در 3 سال گذشته و نیز عدم دریافت هیچ کمک بشردوستانه از دولت یا سازمان‌های بین‌المللی به این ایالت سبب شده تا والدین کودکان خود را در کارهای سخت یا تکدیگری هدایت کنند. مقامات انتخاباتی در کشمیر که تحت کنترل هند می باشد از مشارکت بالای تاریخی در انتخابات که این هفته به پایان رسید خبر داده و آن را به عنوان شاهدی بر دموکراسی در این منطقه دانستند. گفتنیست بیش از 69% از مردم جامو و کشمیر در دور سوم انتخابات پارلمانی رأی خود را به صندوق انداختند. شایان ذکر است در این منطقه 2 حزب ملی و دموکراتیک با یکدیگر رقابت می کنند. در حالی که رهبران اروپایی از سراسر طیف سیاسی خواستار تشدید قوانین پناهندگی در بحبوحه فشارهای سیاسی داخلی هستند، اما در مسئله حمایت از اوکراین اختلاف نظر دارند. حزب آزادی اتریش، حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب فیدز مجارستان به رهبری ویکتور اوربان
همگی مخالف کمک نظامی به کیف هستند و خواهان پایان دادن به تحریم‌ها بر مسکو هستند. با این حال، سایر احزاب راست افراطی اروپایی مانند حزب حاکم برادران ایتالیا به شدت طرفدار اوکراین هستند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت لبنان نگرانی خود را از تشدید درگیری‌ها و وخامت اوضاع در این کشور ابراز داشت. گوترش در ادامه از همه طرف‌های درگیری خواست تا خیشتنداری کرده و متحد به توقف فوری تشدید تنش‌ها شوند. کارشناسان رشد کودک توصیه می‌کنند با هدف ارتقای سلامت روان کودک و جلوگیری از تأثیرات منفی بر رشد او، دادن گوشی هوشمند کودکان را تا سن 6 سالگی به تعویق بیندازید. مطالعات علمی نشان داده است که استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در سنین پایه می‌تواند مانع رشد حرکتی و اجتماعی کودکان شود، به خصوص که کودکان در این سن حساس مهارت‌های خود را از طریق بازی و تعامل چهره به چهره توسعه می‌دهند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد ظروف پلاستیکی سیاه رنگ که در آشپزخانه و برخی محصولات کودکان استفاده می‌شوند ممکن است حاوی مواد شیمیایی سمی باشند که به سلامتی آسیب می‌زند. کارشناسان توصیه می‌کنند به جای این ظروف از گزینه‌های ایمنتری مانند فلزات ضد زنگ یا شیشه استفاده کنید. این مواد سمی که به ویژه در محصولات الکترونیکی یافت می‌شوند در فرایند بازیافت به مواد دیگر نشت می‌کنند. به همین دلیل لازم است غذاهای آماده را بلافاصله از پلاستیک خارج کرده و در ظروف ایمن قرار دهید و از گرم کردن آنها در مایکروویو پرهیز کنید. کارشناسان مسلمان حوزه سلامت توصیه می کنند سلامت خانواده های مسلمان در اولویت است، پس با اتخاذ تدابیر ایمنی خطرات را کاهش دهید. در روز جهانی پرهیز از خشونت، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با ابراز نگرانی عمیق از افزایش خشونت‌ها در نقاط مختلف جهان، خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی در پایان دادن به این بحران شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این سازمان در بیانیه‌ای بر مسئولیت کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده و از این کشورها خواست تا به وظایف قانونی و اخلاقی خود عمل کنند. مسلمان آزاده با اشاره به تداوم تجاوزات اسرائیل به فلسطین و لبنان از جامعه جهانی خواست تا منافع انسانی را بر تمامی مسائل دیگر اولویت دهند و هرچه سریع‌تر جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه را متوقف کنند. این سازمان هشدار داد که بیشتر قربانیان جنگ‌ها غیر نظامیان بی‌گناه هستند که جان و مال خود را از دست می‌دهند. همچنین با استناد به آمارهای جهانی این سازمان اعلام کرد که جنگ‌های مداوم باعث کشتار و آوارگی میلیون‌ها نفر شده است و بر ضرورت ایجاد آرامش و بازگشت به گفتگوهای دیپلماتیک تأکید کرد. دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در نجف اشرف از برگزاری نشست زنان و چالش‌های معاصر در این شهر خبر داد. گفتنی است این مراسم که با همکاری مؤسسه المنبر الرسالی از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی برگزار شد، شاهد حضور چشمگیر تعداد زیادی از طلاب دختر و مبلغان علوم دینی بود. در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری مسئول این نشست ضمن سخنرانی به اهمیت نقش زنان در مقابل با چالش‌های فکری و اجتماعی معاصر پرداخت. لازم به ذکر است این مجمع بخشی از مجموعه فعالیت‌های آموزشی و آگاهی بخشی است که با هدف توانمندسازی زنان مسلمان و توسعه توانمندی‌های علمی و دینی آنان برای همگامی با تغییرات پیش روی جامعه و چالش‌های معاصر انجام می‌شود. همزمان با روز جهانی پرهیز از خشونت، مردم کشمیر همچنان با نقض شدید حقوق بشر و جنایات جنگی دولت هند مواجهند. به گزارش سرویس رسانه‌های کشمیر، نیروهای هندی در جامو و کشمیر به ارتکاب جنایاتی مانند قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه ادامه می‌دهند.
تنها در ماه سپتامبر 17 کشمیری توسط این نیروها کشته شدند و آمار قربانیان از سال 1989 تا کنون به 96364 نفر رسیده است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و سازمان همکاری کشورهای اسلامی نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در کشمیر ابراز نگرانی کردند. آنها جامعه بین المللی را به اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه جنایات هند فراخواندند. این اقدامات دولت هند نقض آشکار حقوق انسانی و نمونه بارزی از جنایات جنگی است که نیاز به توجه و واکنش جهانی دارد. در شمال شرق سوریه، گروه‌های کرد به ویژه حرکت جوانان انقلابی به طور غیرقانونی کودکان را برای پیوستن به گروه‌های مسلح جذب می‌کنند. این اقدام نه تنها کودکی این افراد را از آنها می‌گیرد، بلکه عواقب جدی جسمی و روانی برایشان به همراه دارد. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، کودکان حتی از سن 12 سالگی از خانه‌ها و مدارس خود جدا می‌شوند و خانواده‌هایشان هیچ تماسی با آنها ندارند. تصاویر منتشر شده از کودکان در یونیفرم‌های نظامی نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. علی‌رغم تعهدات نیروهای دموکراتیک سوریه برای پایان دادن به این روند، گروه‌های وابسته به آنها همچنان به جذب کودکان ادامه می‌دهند. نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام فوری و قاطع برای متوقف کردن این روند و حفظ حقوق کودکان هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. چالش‌های روهینگیایی در مالزی، زندگی در شرایط دشوار. سازمان جهانی نفی خشونت خواستار توقف جنگ‌ها و اولویت منافع انسانی شد. برگزاری نشست زنان و چالش‌های معاصر در نجف اشرف. اعتراضات علیه نقض حقوق بشر در کشمیر توسط هند. و ادامه استخدام کودکان در نیروهای نظامی در شمال شرق سوریه. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبر از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.